داستان مردی که دختر زیبایش را نزد ملا به امانت گذاشت. روزی روزگاری مردی بود به نام حاجی صیاد و دوستی داشت که ملا بود. ملا معلم دختر حاجی صیاد که نامش پری بود هم بود. حاجی صیاد میخواست به مکه برود و زن و پسرش را هم با خود میبرد. حاجی صیاد در جستجوی کسی بود که دخترش را به دست او بسپارد و با دل قرص به مکه برود. آمد پیش ملا که با او مشورت و مصلحت کند. ملا که انتظار او را میکشید گفت: حاجی، البته خودتان بهتر از من صلاح کارتان را میدانید، اما اگر من را میگویید عرض کنم که هیچ کسی مطمئن تر از خود من نیست. نمیگذارم حتی یک تار مو از سرش کم بشود. حاجی صیاد به ملا اطمینان کرد. دخترش را پیش او گذاشت و زن و پسرش را برداشت و به مکه رفت. 7-8 روزی گذشت. روزی سر درس ملا دختر را نیشگون گرفت. پری که فهمید هوای شیطنت به سر ملا زده گفت: پدرم مرا به دست تو سپرده. خجالت نمی کشی با این ریش و پشم پاپیچ من می شوی؟ ملا گفت: همین حالا باید زن من بشوی. پری که دید هوا پس است و ملا دست بردار نیست، به بهانه دست به آب بیرون رفت و سرگذاشت به دشت و بیابان. وسط دشت و بیابان به چشمه ای رسید. درخت بلندی کنار چشمه رویده بود. پری از درخت بالا رفت و فکر کرد که خدایا، خداوندا، چه کار کنم؟ چه کار نکنم؟ در این بر بیابان چه قضا و قدری سر راه من است؟ پادشاهی از آنجا می گذشت. خواست اسبش را آب بدهد. وقتی اسب درون چشم نگاه کرد، رم کرد. پادشاه از اسب پیاده شد و درون چشم را نگاه کرد. دید عکس دختری در آب افتاده. سرش را بالا کرد و دید دختری مثل پنجه آفتاب لای شاخ و برگ‌ها نشسته. یک دل نه صد دل عاشق پری شد. پری گفت: ای برادر، نگاه هم نکن، مگر نمی‌بینی سر برهنم؟ برو پی کار خودت. پادشاه گفت: من نمیتوانم تو را اینجا تنها بگذارم و بروم. باید بگویی کی هستی، چه کاری؟ خودت هم بیا پایین، با هم برویم به خانه من. پری گفت: مگر نمیبینی سر برهنم؟ من نمیتوانم جایی بروم. پادشاه گفت: پس بگیر پالتو من را روی سرت بینداز و بیا پایین، اینجا که نمیتوانی بمانی. پری پالتو پادشاه را گرفت و خود را توی آن پیچاند. پادشاه او را به ترک اسبش سوار کرد و رو به شهر حرکت کرد. به خانه که رسیدند، پری از سیر تا پیاز از هر گذشتش را برای پادشاه نقل کرد. پادشاه مطابق شریعت پیغمبر و فرمایش خداوند، پری را به عقد خود درآورد. مدتی گذشت. پری دو پسر به دنیا آورد. روزها و سالها گذشتند و پسرها 4 ساله شدند. اینها را اینجا داشته باشید، برویم سراغ حاجی صیاد و ملا. یک هفته بود که پری فرار کرده بود. ملا دید خبری از او نشد. نامه ای به حاجی صیاد نوشت که: حاجی، چه نشسته ای که دخترت آبرو را خورده، حیا را به کمرش بسته. خودت بیا صاحبش را که من نمیتوانم جلوی کارهایش را بگیرم. حاجی صیاد خیلی عصبانی شد و به پسرش گفت: پسر، من توی این شهر آبرو دارم، دیگر نمیتوانم با این وضع به شهر برگردم. تو میروی خواهرت را میکشی و پیراهنش را به خون آغشته میکنی و برای من میفرستی. پسر به شهر و خانه خودشان آمد. ملا گفت: پری وقتی فهمید که حاجی را خبردار کرده ام، فرار کرد و رفت و دیگر خبری از او ندارم. پسر پرسجو کرد و فهمید که خواهرش بیگناه بوده. آن وقت پرندهی شکار کرد و پیراهن خواهرش را به خون او آغشته کرد و برای پدرش فرستاد که: پدر، بیا خواهرم را کشتم. پسر می دانست که تا ملا هست، پدرش حرف او را باور نخواهد کرد. از این رو چیزی بروز نداد. روزی پری در قصر خود نشسته بود و با پسرهایش بازی می کرد.
یک دفعه پدر و مادرش به یادش آمدند. دلتنگ شد و شروع کرد به گریه کردن. پادشاه آمد و گفت: پری، چیزی شده؟ چرا گریه می کنی؟ پری گفت: از خدا پنهان نیست. از تو چه پنهان؟ دلم برای پدر و مادرم تنگ شده. پادشاه گفت: این که چیزی نیست. هر وقت مایل باشی وزیرم را همراهت می فرستم تا بروی پدر و مادرت را ببینی و برگردی. چند روز بعد پادشاه امر کرد سوغاتی جور کنند و کجاوه ساز کنند. آن وقت وزیرش را خواند و گفت: ای وزیر، همراه پری تا خانه پدرش می روی و بر می گردی. پری و دو پسرش و وزیر را افتادند. روزی وسط بیابان چادر زده بودند که استراحت کنند. وزیر پاپیچ پری شد و گفت: من تو را دوست دارم، باید زن من بشوی و الا یکی از پسرهایت را خواهم کشت. پری به حرف وزیر گوش نکرد. وزیر بلند شد و یکی از پسرهای پری را سر برید. بعد آمد و گفت: اگر باز حرفم را قبول نکنی، آن یکی پسرت را هم خواهم کشت. باز هم پری سر باز زد. وزیر بلند شد و پسر دیگر پری را سر برید. پری دید چاره ای ندارد. گفت: وزیر، حالا که زور میگویی، پس بگذار من بروم دست به آب برسانم و برگردم. وزیر گفت: خب برو، اما زود برگرد. پری بلند شد. رفت و رفت آنقدر که وزیر نتوانست او را ببیند. وزیر هرچه منتظر شد دید پری بر نگشت. گفت: عجب کلاهی سرمان رفت. حالا باید دوز و کلکی جور کنم که پادشاه نفهمد قضیه از چه قرار بوده. پاشد و آمد پیش پادشاه و گفت: پادشاه به سلامت، پری را بردم درون شهر رها کردم، اما سر راه از بس دلگی کرد و بی خبر از من رفت جاهای دیگر و آنجا سر و گوش آب داد که فکر کردم زیر کاسه نیم کاسه است. خانهشان را نخواستم بشناسم، توی شهر ولش کردم و گفتم خودت برو. از این طرف پری در دشت و بیابان رفت و رفت تا به چوپانی رسید. از طلاهای سر و گردنش به چوپان داد و گفت که یکی از گوسفندها را برایش سر ببرد. همه چیز گوسفند را به چوپان داد، فقط شکمبهش را برداشت و روی سرش کشید و یک کچلک درست و حسابی شد. بعد هم یک دست لباس کهنه مردان از چوپان گرفت و پوشید و به راه افتاد. رفت و رفت تا به شهر خودشان رسید. جلوی در خانهشان بنا کرد به داد زدن که: کی نوکر میخواد؟ کی نوکر میخواد؟ حاجی صیاد از خانه بیرون آمد. دید که چشمهای کچلک مثل چشمهای دختر خودش است. مهر و محبت کچل در دلش جوشید. گفت: آهای پسر، میای برای من نوکر بشی؟ پری گفت: چرا نمیشم؟ حاجی صیاد دختر خودش را به اسم نوکر به خانه آورد. به زنش گفت: بیا نگاه کن، نوکر گرفتم. زن حاجی نگاهی به کچلک کرد و گفت: آخ خدا، چقدر به پری خودم رفته. برادر پری هم آمد و نگاهی کرد و گفت: ننه، نگاه کن، چشماش شکل چشمای خواهر است. پری در خانه ماندگار شد. رازش را به کسی نگفت، اما نمیتوانست مثل مردها رفتار کند. زن حاجی میدید که کچلک بیشتر خانه‌داری برد است تا نوکری. پری اتاقها را زینت میداد، فرشها را جارو میکرد و رخت میشست. خلاصه پری خودش را توی خانه خوب جا کرده بود. همه با او مثل پسر خانه رفتار میکردند. اینها را همینجا داشته باشید تا بریم سراغ پادشاه و وزیر. روزی پادشاه و وزیر نشسته بودند و صحبت می کردند که پادشاه گفت: وزیر، پری دیر کرد، ازش خبری نشد. پاشو بارو بندیل ببندیم، لباس درویشی بپوشیم، برویم ببینیم پری چه کار می کند. وزیر چیزی نگفت. لباس درویشی پوشیدند و به شهر پری آمدند. در کوچه و بازار به دنبال دوست و آشنا می گشتند که پری آنها را دید و شناخت. زود آمد پیش حاجی صیاد و گفت: آقا، دوتا مهمان دارم. اگر اجازه می دهید آنها را بیاورم به خانه من. آنها درویشند. حاجی صیاد گفت: پسر جان، این حرفا چیه؟ خانه خانه خودت است. دوتا نباشد، صد تا باشد. روی چشمم جا می دهم.
پری خوشحال شد. پیش پادشاه و وزیر رفت. به یک بهانه‌ای سر حرف را باز کرد و آخر سر گفت: بابا درویشا، امشب باید مهمان من باشید. پادشاه گفت: پسر ول کن، تو که نوکری بیشتر نیستی، چطور میخوایی ما را مهمان کنی؟ پری گفت: آخر شما نمیدانید، اربابم من را خیلی دوست دارد، خودش اجازه داده. آن وقت پادشاه و وزیر را برداشت و به خانه آورد. شام خوردند و به صحبت نشستند. پری به حاجی صیاد گفت: آقا اجازه می دهید بروم ملا را هم صدا کنم بیاید؟ می گویند ملاها خوش صحبت هستند. یک کمی صحبت می کند، مهمانها دلشان باز می شود. حاجی گفت: باشد، حالا که تو دلت می خواهد برو صدایش کن بیاید. پری پا شد، رفت ملا را آورد. نشستند و از این در آن در صحبت کردند. پری به پادشاه و وزیر گفت: بابا درویش ها، شما هم چیزی بگویید گوش کنیم. بابا درویش ها خیلی چیزها می دانند. پادشاه گفت: کچل ها خیلی بهتر از درویش ها شعر و مثل بلدند. تو یکی بگو ما گوش می کنیم. پری که منتظر همین حرف بود سر زخمش باز شد. گفت: حالا که مجبورم می کنید یک چیزی برایتان می گویم. اما اگر خوشتان نیامد تقصیر من نیست. بعد شروع کرد به خواندن: من پریم، دختر حاجی صیادم، در آسمان صبح یک ستاره بداقبالم. معلم از خدا بی خبر، مرا راند از خانه پدر. آن وزیر نشسته روی سجاده، پسرامو کشت مثل یک جفت کبوتر. خون اونا رو نزار بشه خاکستر، ای مهربان تر از همه درویش جان. قصه من قصه غم درویش جان. ملا بلافاصله بلند شد و رفت. وزیر دل در سینه‌اش ریخت و دست پاچه شد. پدرش از یک طرف بلند شد و مادرش از طرف دیگر گفتند: پسر هر چه گفتی یک دفعه دیگر هم بگو. پری هر چه گفته بود یک بار دیگر هم گفت. بعد کلاه کچلی را از سرش برداشت و همه او را شناختند. بازار ماچ و بوسه گرم شد. پادشاه هم خودش را نشان داد. پری سرگذشت خود را برای همه نقل کرد. فردا صبح پادشاه امر کرد که ملا و وزیر را گردن زدند. حاجی صیاد 7 روز و 7 شب عروسی را انداخت و دخترش را به دست پادشاه سپرد. اگر از این داستان لذت بردید ویدیو رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید. کانال رو که سابسکرایب کردید در کامنت ها برامون بنویسید من سابسکرایب کردم. روشن کردن زنگوله یادتون نره.